صدای ویدیو رو یکم زیاد کنین، انگار یه صدای نویزی میشنوین، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنین. دیگه از شرش خلاص شدیم و اون صدای نویز رو نمیشنویم. سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. قطعا براتون پیش اومده یه ویدیویی میخواین ضبط کنین و اصلا کیفیت صدای مناسبی ندارین. حالا یا از میکروفون خیلی خوبی استفاده نمیکنین یا یه جای شلوغی هستین که یه سری نویزا و صداهای اضافی توی ویدیوتون میاد. امروز تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری به راحتی میتونین از شر اون صداهای اضافی و نویزها خلاص بشین. اگه میخوای ویدیوهای آموزشی بعدی منم از دست ندی، حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی من با خبر شی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کارو با هم دیگه بزنیم. خب ما میخوایم نویز این ویدیومون رو بگیریم و برای اینکه این کارو انجام بدیم باید پنل اسنشیال ساوند رو فعال کنیم. برای اینکه این پنل رو بتونیم فعال کنیم از منوی ویندوز میتونستیم تیک اسنشیال ساوند رو بزنیم یا میتونستیم از ورک اسپیس هایی که داشتیم اینجا اودیو رو انتخاب کنیم تا این پنل رو برای ما نشون بده. برای دوستایی که از ورژن های قدیمی تر هم دارن استفاده میکنن میتونستن از منوی ویندوز این ورک اسپیس ها رو ببینن و اینجا اودیو رو میتونستیم انتخاب کنیم یا کلید میانبر Alt Shift و C. و وقتی این پنل اسنشیال ساوندمون بود روی ویدیو یا اون صدامون کلیک میکنیم و اینجا چون من صحبت کردم روی گزینه دیالوگ کلیک میکنم. اینجا من یه گزینه ریپی رو بزنم، اینجا ریدیوس نویز داره و میتونم با استفاده از این گزینه نویز صدامون رو کم کنم. یه بار بریم ویدیومون رو با همدیگه اول گوش بدیم. صدای ویدیو رو یکم زیاد کنین، انگار یه صدای نویزی میشنوین، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنین. و این آخر کارمون که من سکوت کردم کاملا اون صدای نویز رو میتونیم ببینیم. و اگه من این پنل ساوندمونم یکم بزرگتر کنم کامل اینجا اون حالت نویزا مشخص هست. من یه بار دیگه میرم ابتدای اینجا که سکوت کردم و شما این پنل هم ببینین اون حالت نویز کاملا توش مشخص میشه. خب حالا تیک ریدیوس نویز رو من فعال میکنم، به طور اوتوماتیک روی عدد 5 هست. یه بار میریم از اول ویدیو با هم دیگه گوش میدیم ببینیم تفاوتی حس میکنیم توی کارمون. من فیلممون رو پلی میکنم. صدای ویدیو رو یکم زیاد کنیم، انگار یه صدای نویزی میشنویم، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای عام یا هومی داره میاد. به چند ثانیه با دقت گوش کنیم. همونطور که دیدین دیگه این قسمتمون کامل بدون نویز شد و این علامت پنلی که اینجام هست کاملا روی پایین ترین عدد هست. من مجدد این قسمت رو پلی میکنم و میبینیم که اینجا دیگه اون حالت نویز رو به ما نشون نمیده. البته برای اینکه کارمون خیلی دقیق تر بشه و من خودم هم همیشه توی پروژه ها همچین کاری انجام میدم، میرم ابتدای ویدیومون و این ردیوس نویزمون رو مثلا از عدد پایین تری شروع میکنم بالا بردن و صدامونو گوش میدم و جایی که بهترین حالت رو به من میداد اون عدد رو انتخاب میکنم. اگه این ردیوس نویزمونو خیلی زیاد کنیم یه صدای روباتیک یا یه صدای غیر طبیعی بهمون میده. برای همین سعی میکنیم تست کنیم و اونجایی که بهترین حالت رو به ما میده و اون نویز صدامونو میگیره رو انتخاب کنیم. مثلا من با همین ردیوس نویز 2 صدامونو یه بار دیگه گوش میکنم. صدای ویدیو رو یکم زیاد کنین، انگار یه صدای نویزی میشنوین، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای
هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنید. خب اینجا میبینیم یه مقداری هنوز نویزمون هست، مثلا میتونیم اینو بذاریم روی 4. یه بار دیگه میرم مثلا از وسط های فیلممون گوش میکنم. هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنید. همونطور که دیدیم با عدد 4 تقریبا نویزمون گرفته شد و روی هم حالت پیشفرضی که اولش بود. برای این پروژه‌مون یه عدد خیلی مناسبی هست و اگه مثلا پروژه دیگه شما حالا کار کنیم، ممکنه بر اساس اون نویزی که دارین و اون سر صدایی که توی ویدیوتون ضبط شده این عدد یکم بیشتر باشه و ممکنه توی بعضی از پروژه ها مثلا با عدد 2 یا 3 هم کارتون به خوبی انجام بشه. پس بهتره که یکم وقت بذارین، 1 دقیقه 2 دقیقه و یه قسمتی از ویدیوتون رو یکم کار کنین و ببینین این ریدیوس نویزتون روی چه عددی بهترین حالت رو بهتون میده. حالا برای اینکه یکم صدامون رو قوی تر کنیم و یکم بهش جون بدیم، چون این افکت ریدیوس نویز یکم جون صدامون رو میگیره تا بتونه این نویز صدامون رو ورداره، میریم توی قسمت کلاریتی و این تیک EQ رو فعال میکنیم. فقط دقت کنید که این پریستش هم روی بک‌گراند وایس باشه و به صورت پیش‌فرض هم روی این هست و من یکم میرم پایین تر تا این عددش مشخص بشه. اینجا عدد پیش‌فرضش روی 5 هست که عدد خیلی خوبی هست و این تیک اینهانس اسپیچ هم فعالش میکنه. همونجور که میدونین کلاریتی یعنی وضوح صدامون و این قسمت اینهانس اسپیچ یعنی وضوح گفتارمون رو یه مقداری تقویت میکنه. الان اگه دقت کنید توی پنل افکت کنترلزمون هم توی قسمت اودیو همه این افکت هایی که الان ما اعمال کردیم و قرار میده. یه بار من همشون رو غیر فعال میکنم تا صدامون رو بدون این افکت ها گوش بدیم. میریم اول ویدیومون، مجدد ویدیومون رو پلی میکنم. صدای ویدیو رو یکم زیاد کنین، انگار یه صدای نویزی میشنوین، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنین. و حالا این افکتامون رو مجدد فعال میکنم و کیفیت کارمون رو ببینین چقدر متفاوت میشه. صدای ویدیو رو یکم زیاد کنین، انگار یه صدای نویزی میشنوین، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنین. همونجور که دیدین الان صدامون کامل نویزش گرفته شد و صدامون هم تقویت کردیم و یه جون خاصی گرفت و از اون حالت قبلی هم خیلی بهتر شد. فقط روی این ریدیوس نویزتون یکم زمان بذارین و عددی که بهترین حالت رو بهتون میده رو پیدا کنین و به همین راحتی میتونین یه صدای خیلی عالی و با کیفیتی برای ویدیوهاتون داشته باشین. صدای ویدیو رو یکم زیاد کنین، انگار یه صدای نویزی میشنوین، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنین. صدای ویدیو رو یکم زیاد کنین، انگار یه صدای نویزی میشنوین، انگار که یه فن یا هواکشی داره کار میکنه و یه صدای هام یا هومی داره میاد. یه چند ثانیه با دقت گوش کنین. خب همونجور که دیدیم به چه راحتی و به چه سرعتی ما تونستیم نویز صدا و صداهای اضافی رو از روی ویدیومون برداریم و یه خروجی خیلی مطلوب تری برای ویدیومون بگیریم. حتما از این تکنیک خیلی استفاده کن و اون ریدیوس نویزی که بهت گفتم و یه مقداری که تمرین کنی کامل دستت میاد. این روشی که بهت گفتم روش خیلی ساده ای بود و توی خود پریمیر میتونستیم به راحتی نویز صدامون رو بگیریم. اگه میخوای خیلی حرفه ای ترم نویز صداتو بگیری با استفاده از نرم افزار ادوبی اودیشن، من یه ویدیوی قبلا ضبط کردم، لینکشو این بالا برات میذارم، میتونی بری اون ویدیو رو هم ببینی و با یکم زمان بیشتر کیفیت کارتو خیلی خیلی بالاتر ببری. اگه از این ویدیوی منم خوشت اومد حتما لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی.
اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با نرم افزار پریمیر هم به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه، حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمون رو دیگه طولانیش نمی کنم. تا آموزش بعدیمون، خدا نگهدار.